من یه سوالی برام مطرح بود آقای دکتر. همونطور که وقتی گفته میشه لا اکراه فی الدین، پس چرا حجاب ما اجباریه؟ ادامه آیه رو میخونید؟ قد تبین الرشد من. یعنی چی؟ هیچ اکراهی در دین نیست، چون رشد و غی، یعنی راه رشد و هدایت و راه گمراهی، از هم کاملا مشخصه. لا اکراه فی الدین، لا اکراه تو چیه دین؟ شما امسال کنکور دکتری میدید، میگن دانشگاه الف و ب و جیم پذیرفته شدین. شما میگید این دانشگاه چه شکلیه؟ من میگم دانشگاه الف دوران تحصیلش انقدر طول میکشه، واحداش انقدر، امتیازاتش اینقدر، مثلا گرانت پژوهشی هم میدن. ب دوران تحصیلش کوتاه‌تره، این شکلیه، فلان. سه، شما الان اکراه دارید و فشار و اجباری دارید در اینکه کدومو بپذیرید؟ نه. میخواید یک، میخواید دو، میخواید سه. وارد دو میشید. در دو به شما میگن دوره آموزشی شما 4.5 ساله، بعد 1.5 سال امتحان جامعه، 3.5 سال هم حق دفاع دارید. و اگر از 0.5 سال 8 بگذره دفاع نکرده باشین، شما رو جریمه مالی میکنن. خب شما میگید ببخشید من اصل ورودم به دانشگاه اجباری نبوده، بعد این قوانین اجباریه؟ میگیم آره. اکراه مال چی بود؟ تا قبل از ورود بود. الان که وارد شدید باید قوانین دانشگاه رو رعایت کنید. عزم خوب نهاد میکنید؟ بله. ورودش با خودتون بود، اما دیگه در رعایت قوانین اکراه و اجبار هست. تا اینجا معلومه؟ بله. خب حالا شما وارد میشید، میگید که من اومدم داخلش، میخوام قوانینش رو رعایت بکنم، اینو میخوام، اینو نمیخوام، میشه؟ نه، در اصل دین اکراه نیست. شما الان میاید و من میگی دینو معرفی کن، من میگم من یهودیم، این دین منه. ایشون میگن من مسلمانم، دینم اینه. ایشون میگن من زرتشتیم، دینم اینه. ایشون میگن من مثلا کنفوسیوسم، دینم اینه. میذارن جلوی شما، شما میگید من اسلام رو انتخاب میکنم، میرید سراغ اسلام. وقتی وارد اسلام شدید دیگه در انتخاب احکام اسلام اختیار ندارید، باید به همه احکام پایبند باشید. خب این از کجا میگی؟ قرآن میگه و من یبتغی غیر، همون قرآنی که میگه لا اکراه فی الدین، میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. اگر کسی غیر از اسلام دینی داشته باشه از او پذیرفته نیست. این اسلام دین اسلام نیست، اصل تسلیم در مقابل خداونده. از اولین پیامبر میاد تا میرسه به آخرین پیامبر. خود قرآن اینو میگه. باز معید ارزمو بگم، میگن که آقا قرآن گفته انا هدیناه السبیل، ما انسان رو هدایت میکنیم، اما شاکرن و اما کفورا. میخواد شاکر باشه هدایت بشه، میخواد کفور باشه گمراه بشه، ما کاری نداریم. خب آیه بعدو بخونید. انا اعتدنا للکافرین، اگر کسی کافر شد ما براش آماده کردیم، سلاسل و اغلالا و سعیرا، براش آتیش جهنم و قل و اینها آماده است. بله ما به انسان اختیار دادیم، اما اگر از اختیارش سوء استفاده کرد عذابش میکنیم. پس آقا تو چی اکراه نیست؟ در این که اصل دین را بپذیرید یا نپذیرید اکراهی وجود نداره، اما وقتی وارد دین شدید احکام دین الزامیه. خب تو الزامی بودن احکام دین، قرآن میگه یک عده اینجوری میکنن، میگن که نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض، ما ایناشو میخوایم، اینا رو نمیخوایم. قرآن میگه ما همچی چیزی نداریم، دین کل دین، همشو باید با هم دیگه بپذیری. خب اصلا پس چرا اولش میگه دین اکراه نداره و دین الزامی و اجباری نیست؟ دین اکراهی نیست چون قابل اکراه نیست. شما فرض بفرمایید معتقد به خدا نیستید، معتقد به وحدانیت خدا نیستید، معتقد به حکمت و علم و لطف و قدرت خدا نیستید. من میتونم اینا رو به شما زورکی چیز بکنم، تحمیل بکنم، یعنی به شما بگم معتقد باش خدا واحده؟ قطعا نه. میگید تو ذهنتون میگید خدا 7 تا، هر چی میخواد دادی بیداد کن. پس دین قابل اکراه نیست. خب چرا اون احکام و آثار دین رو اکراه میکنید؟ احکام و آثار دین هم قابل اکراه نیست. بعضیاش مثل نماز فردیه. من چه میدونم شما تو خونتون نماز میخونید یا نمیخونید. باز میخوام مثال میزنم، دارم ارباب مثال میگم. یه احکامی از فردی نیست، فردی و اجتماعیه. یه بعد اعتقادی داره، مثل حجاب. حجاب یه بعد اعتقادی داره، اون بعد اعتقادی برای شماست. یعنی شما تو ذهنتون میتونید بگید من حجابو مطلقا قبول ندارم، میتونید بگید حجابو کاملا قبول دارم. این اما یه بعد اجتماعی و بیرونی داره. تو بعد اجتماعی و بیرونی من میتونم جلوی شما رو بگیرم، مثل تظاهر به روزه‌خواری. شما ممکنه بگید من اصلا بیمارم، خدا نکرده نمیتونم روزه بگیرم، مثلا قندم بالاست. من میگم روزه نگیر، غذا تو بخور، ولی تو خیابون تو ماه مبارک روزه‌خواری نکن. تو حجاب
به شما میگم این که اعتقاد داری یا نداری به من ربطی نداره، نمیتونم به تحمیل بکنم، ولی در خیابان حق نداری تظاهر به بدپوششی بکنی، چون این موضوع قابل الزام هست. من میتونم با قانون جلوی بدپوششی شما رو بگیرم ولو شما بهش اعتقاد نداشته باشین. تاکید کنم این الگوی ما نیستا. تو برنامه بعد قبلی این تلقی به وجود اومد که آره من میگم آقا افرادی که معتقد به حجاب نیستن ما زورکی به حجاب وادار میکنیم، این خیلی خوبه. نه، من میگم اون کسی که حجاب رو قبول نداره و بهش اعتقاد نداره، ولو اعتقاد نداره، اگر در خیابان به خاطر قانون رعایت بکنه، هم برای خودش خوبه هم برای بقیه.